همایشی با عنوان تأمین اجتماعی در عراق در مؤسسه فرهنگی رسانه النبع از مراکز وابسته به مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیرازی، مهندس محمد شیا از سودانی وزیر کار و امور اجتماعی عراق، چندین نماینده پارلمان، اعضای استانداری کربلای معلا، مدیران ادارات حکومتی، نمایندگان سازمانهای مدنی، اساتید دانشگاه و تعدادی از اصحاب رسانه و روزنامه در این همایش حضور داشتند. بر اساس این گزارش در این همایش وزیر کار و امور اجتماعی عراق در ابتدای سخنان خود شرحی مختصر درباره تاریخچه و تأسیس وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مشکلات و بحرانهای این وزارتخانه در طول سالهای گذشته را به اطلاع حضار رساند. وی افزود بعد از سال 2003 میلادی کشور عراق گامی بلند در راستای کمک و یاری قشر فقیر و مستضعف جامعه برداشت و با وجود مشکلات و بحرانهای سیاسی کشور و به ویژه جنگ با گروه روسی داعش که کمبود بودجه را به دنبال داشت وزارت کار و امور اجتماعی عراق این قشر از جامعه را تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار داد و نیازهای آنان را برطرف کرد. مهندس شیا در ادامه سخنان خود به توضیح چالش در حمایت های اجتماعی و اصلاحات آن و سپس مرحله بعد از اصلاحات و برنامه توسعه از سال 2015 تا 2019 میلادی و امور مربوط به ارتقای سطح رفاه جامعه پرداخت. همچنین در حاشیه این همایش جاسم الفتلاوی معاون استانداری کربلای معلا در گفتگو با خبرگزاری ها تصریح کرد که وزارت کار و امور اجتماعی یکی از نزدیکترین وزارتخانه ها به مردم و قشر مستضعف جامعه اراق بوده و هست به یفزود این همایش باعث شد اطلاعات و آمار مربوط به تأمین اجتماعی شفاف سازی شود و در جریان مشکلات و سختی هایی که این وزارتخانه در ارائه خدمات مختلف به شهروندان با آن روبرو می شود قرار بگیریم